یواش یواش بابا، یه کم یواشتر برو. چرا اینجوری داری رانندگی میکنی؟ مواظب باش. چیکار داری میکنی؟ به کشتنمون میدی ها؟ نیم ساعت بیشتر وقت نداری؟ به درک، خودمون واجب داریم یا نیم ساعت وقت؟ دو دقیقه ساکت میشی ببینم دارم چیکار میکنم یا نه؟ ببین اینجوری که تو داری میری هیچ وقت نمیرسی. بابا تو یه چیزی به مولا آقا، چرا بر داری ما رو نگاه میکنی؟ به نام عصبی چی یادت نمیاد؟ ای بابا است. اما چگونه دریابم؟ حقیقت پشت پرده زخیم پنهان شده است. نشانه ای باید، نشانه ای که این پرده را فرو افکند. آن را بجوی. نشانه در مقابل چشمان توست. نشانه 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 با الو خجالت بکش مردشون اون همراه بی همراه تو ببره که این خروط میبرن در اومد بیرون. بابا اون داری این چه موقع زن زدنه خانشه. بابا باشه من خدا آبروی تئاتر منو بردی تو بس اقرب کن خواهد تو سر من کنم با این هنرشی که برای خودم بردم گیان زدی برای اجازه. تو کی میخوای آدم شی؟ مگه چی شده حشمت جون؟ چی شده؟ آبرو و حیثیت خود منو تو آتش جلو مردم بردی؟ تا دم اینکه چی شده؟ عیبی نداره که تو میخواستی مردم یه خورده حال کنن، ما هم یه دو ساعتی خندوندیمشون. چه اتفاقی افتاد؟ داری منو دست میندازی؟ بابا دو ساعت رو اعصاب منی؟ فکر کنم من خودم خوشم میاد مردم من بخندن؟ اصلا مدتیه که دل به کار نمیدی پسر. حشمت و ملوک گرفتارم، میفهمی؟ الان صابخونم بود زنگ زده بود، سه ماه کرای خونم عقب افتاده، رفته رو اعصاب من، تو هم اینطور مردشون اون نقش و تئاتر رو همه چی تو ببرن. نمیخوای کار بکنی به جهنم برو. اتفاقا میخوام دیگه کار نکنم. بله خوبه، اگه کار نکنی سینما و تئاتر ایران میخوابه، هالیوود و بولیوود از این تعطیل میکنن. برام روشنه که همین روزا برمیگردی التماس میکنی که چی؟ رول مرده رو بهت بدم. موسیقی
بیدارتون کردم؟ نه خیر، بیدار بودم. ببینم آقای آرتیست، مگه قرار نبود امشب پاشی بیای حساب کتاب کرایتو با من صاف کنی؟ شرمنده واقعا، امشب خود کارم طول کشید، گفتم دیگه مزاحمتون نشم. آره جون خودت، تو گفتی و منم باور کردم. ببین فری جون، من چی؟ فری جون؟ چه زودم با آدم خودمونی میشه. فری جون کیه؟ ببخشید فری خان، شما یه چند روزی به من مهلت بده، من قول میدم تا سر برج بیام این اجارهای عقب افتاده رو همه رو صاف کنم. ببین بهزا، خوب حواست رو جمع کن چی دارم بهت میگم. اگر تا پس فردا کرایه عقب افتاده تو ما رو این ما رو آوردی یه جا دادی، که هیچ کاری به کار هم نداریم. وگرنه خودته که با یه اردنگی انجام میدازم بیرون، هیچ، تمام این آتو آشغالاتم جای کرایت بر میدارم. حواست هست؟ قبوله، قبوله، تا پس فردا. خیلی خوب، بری که برگرد. چیزی گفتی؟ نه، قبل از خواب داشتم دعاتون میکردم. نمیخواد منو دعا کنی، خودت دعا کن. دعات میکردم، دعات میکردم، دعات میکردم. این شب دعا بیم بگم. بله جانم، آخه وقتی که به صدای من میاد احمد باشم هر مازار نصف شبه چجور بدم مازار برام میکنم. بازم دیر شد. چه خبره بچه؟ سر صبح مهد کودک را افتاده اینجا. خانوم سلام. علیکم و سلام. اینقدر جارو نزن، این کاشی ها سابیده شده. ششمت بی بلا. آقا رفت سر کار بالاخره. شما هم که این را به را آب بده به این گلدونا، به جای این کارا به شوهر دوگومت کرهش بده. سلام فری جون، خیلی مخلصم قربان. وایستا ببینم آقای مار رو براندو کجا؟ چه خبرته؟ معلوم است چی کار داری میکنی؟ ببخشید من معذرت میخوام، عجله دارم. خب منم عجله دارم، قرار نیست بزنم مردمو تو خیابون بکشم که. من که معذرت خواهی کردم دیگه، چیه؟ پس اینکه خانم ما یه چیزی هم بدهکار شدیم. ما میدونی چیه؟ شما از اون آدمایی هستین که از عالم آدم طلبکارن. میری کنار یا بزنم اون یکی پاتم مثل اون یکی قلم کنم. برو بابا. باشه خانو. سلام. بله. علیکم سلام. ببخشینا، مادر قرار بود یه مقدار از پول پیش مونده بود بفرسته. چی شد؟ بله من تماس میگیرم که زودتر بفرستم. دست شما درد نکنه، از اتاق درازی هستی که. بله دستتون درد. بفرمایید بفرمایید. با اجازت. آقا ساده این گیریمور کجاست؟ من سلام آقا نصیری، خیلی مخلصم. سلام سلام قربونت. خیلی الو بابا، پس این لوکیشن چی شد؟ آقا به سلامتی کار داره شروع میشه. نه نه خیلی بابا، بهش بگو پول مفت نداریم بدیم که. ببخشید بزا جون، با تو نبودم. آقا کار داره شروع میشه؟ آره دو روز دیگه کلیپ میزنم. من بهت زنگ میزنم. خدافظ. بچه رو زودتر خبرم نکردی بیام برای تست گیریم و قرارداد و اینجور کارا؟ بالاخره کار میبره. محمد پس این لباس چی شد میخواستی اوکیش کنی؟ گفتم دیگه مزاحمت نشم. نه مزاحمت چیه بابا، وظیفه مونه. من بعد الانشم به نظر من دیر شده. گیریمونه تو کیه ها نصیری؟ بهم بزا جون، یارو آقای صابری یکی دیگر رو برای این نقش انتخاب کرده. این حرفا چی میزنی؟ مرد حسابی من به خاطر این کار اون نمایش مسخره رو ول کردن. شرمنده ام بزا جون، من خیلی باهاش صحبت کردم، ولی متاسفانه میدونی که آدم گنده دماغیه دیگه. منم زیاد پا پیچش بشم عذر منم میخواد.
ولی مطمئن باش دفعه بعد جبران میکنه. خیالت راحت. حالا ناراحت نشو. بذار بگم یه چای برات بیاره. آقا اردشیر. نه دست درد نکنه. خیلی ممنون. بابا بهمون بگی چای بخورن دیگه. آره بعدی یا علی زنده باش. ببخشید تو رو خدا دیگه. محمد اون سیبیلو گفتی یا نه؟ عجب داستانی داریم ما با اینا به قرآن. هیچ کس حرف ما رو گوش نمیکنه تو اینجا. چیکار میکنی تو اونجا؟ بابا زود باش دیگه کارا رو انجام بده. اه. حوصله ما رو سر بردن اینجا. سلام. علیک سلام. چیه؟ چی شده؟ باز که قنبات گرفتی؟ جوابت کردم؟ بابا سرم یه خورده درد میکنه. برو پسر، چند سال تو داری این حرفاری میزنی؟ ببین تو این کاره نیستی. راستی یادت باشه فردا آخری روزتا کرایه رو میگم. چشم. فرمایش دیگه نداری؟ نه خیر، بفرمو. بده کارم میشیم. چیه این تو سر صدا را انداختین؟ بیا بریم تو اتاقاتو کردن این داره زمین فوتبال. جونیسی بد جوری گیرم. اب بابا همین یکی دو روز است که جلو پلاس همو بریزه دمه در. بابا ناسلامتی تو دستیارش یا حرف تو رو میخونه. یه جوری نقش اون گوشه موشا بر ما نمیشه پیدا کرد. ببین اسی جون کتکورم حرف نداره ها. مردن من بدک نیست. یعنی خلاصه همه جوره هستیم. تو ما رو بساز. من قول میدم از خجالت در بیام. بساز بساز. اسی جون یه دقیقه گوشی ببخشید. بله. یا آقای اومده باید کار داره. کی؟ چه میدونم، میگه یه کار واجبی باید دارم. خیلی خوب الان اومدم. اسی جون من ببخشید یه دقیقه الان کار دارم. باشه آقا من نوکر. خلاصه حواست به ما باشه دیگه اونجا. یا علی قربت. با من کار داشتیمو؟ آقا بهزاد؟ بله. تو پسر رسولی؟ فرمایش. اسم من جلاله، دوست پدرت. خدا بیامرزتش. دیر اومدی. با خودتو کار دارم، میخوام چند کلمه باهات حرف بزنم. در خدمتم، بفرمه. اینجا که نمیشه. ببینم او، من کلی گرفتارم. اگه کاری چیزی داری بگو، من برم به گرفتاریام برسم. من به کمکت احتیاج دارم. کمک؟ شما ماشالله با این سر و وضعت اند کمکی. جدی دارم میگم. من در خدمتم، بفرمه. خیلی گشتم تا یه آدم قابل اعتماد پیدا کنم، آدمی که مشخصاتی رو که من میخوام داشته باشه. از کجا میدونی من قابل اعتمادم؟ رسول از برادرم به من نزدیکتر بود. مثل چشمان بهش اعتماد داشتم. اون خیلی از تو تعریف میکرد. الان چه کمکی از دست من برمیاد؟ علیه من توطئه کردن. توطئه؟ کیا؟ زنم، دخترش و دامادش. شما هم بدتر از ما عشق فیلمی ها. یه بار بهت گفتم دارم جدی حرف میزنم. ببخشید، خب برو پیش پلیس. در این مورد پلیس نمیتونه کمکی بکنه چون من هیچ مدرکی ازشون ندارم. ببینم اون رفیق پدرم بودی، نوکرت هم هستم، ولی اشتباه اومدی. من نه کارگاه خصوصی هم، نه دنبال اینجور دردسرا میگردم. بی زحمت بی خیال ما یکی شو. فکر میکردم با معرفت تر از این حرفا باشی، مثل پدرت. معرفت؟ یه زمانی با معرفت بودم، اما تو این دور و زمانه معرفت مفتم نمیارزه. با 2000 یه خروار معرفتو میخری یا میفروشی. واسه همین هم از همه گوشتن تو کاسم بودی. متوجه ای؟ میفهمی؟ اه؟ امو بابا من غلط کردم، واسه اشتباهی گفتم. امو آقا آقا اسم جلال کمال چی بود؟ کمک. بابا من کمک. چی شدی؟ بابا بیای کمک کنین دیگه. پسر چی کارش کردی یارو رو؟ من کارش نکردم، خودش رو بلو شد. باید ببرمش بیمارستان. ای بابا من که حوصله مرده کشی رو ندارم. عجب آدمی هستی. شما برو ماشین تو روشن کن، من الان یه جوری میارمش.
برو ماشین روشن. بچه بچه نه یفته به دستم یه به دستشم من رو بردم بیا. خانم یواشتر برو. چطور مگه؟ همه ما رو به کشتن بدی؟ مگه نمیبینی بنده خدا حالش خوب نیست؟ جلوتو بپا. بذار حواسم به رانندگیم باشه دیگه پسر جونه. بابا همه ما رو میخواد بفرستیم دنیا. بنده خدا حالش خوب نیست، باید زودتر برسونیمش بیمارستان دیگه. چیزیش نیست، سرمش تموم شد میتونید ببرید. دستتون درد نکنه. خیلی ممنون. مثل اینکه حال جا اومده. برسوندی ما رو، داشتی غزل خداحافظی رو میخوندی. شماها کی هستی؟ زک، حالا بیا درستش کن. بابا تو اومدی دنبال ما، یادت نیست؟ ببینم نکنه سرت خورد به جایی همچه قاطی کردی نه؟ ای! چرا همچین میکنی؟ اینو زدم که بفهمی از این به بعد با بزرگتر درست صحبت کنی. خدایش اینو دیگه راست میگن. من نگفتم معرفت تو این دور زمان مفته؟ آقا اصلا من کار دارم باید برم. پیر مرد شما هم یه تلفن بده من زنگ بزنم زن و بچه‌ت بیام دنبالت برات دارم ببرن. دیگه هم دنبال من نیا خواهش میکنم. زن و بچه؟ وایسا ببینم. تو بهزاد نیستی؟ باز شروع شد. پدر خدا بیامرز ما تو زمانی که زنده بود خیری که ما نرسوند. حالا هم دوستاشو برام میفرسته برای دردسر. بله. ببینم این دختره کیه؟ زنته؟ کی؟ بابا همسایه‌مونه. قابل اعتماد هست؟ من خیلی نمیشناسمش ولی آدم با معرفتی. معرفت به خرج داد تو رو با ماشینش آورد رسوند اینجا. بهمون کمک میکنه؟ کمکمون؟ نه مثل اینکه تو جدی باورت شد من کمکت میکنم. نه داداش خیر ما کرگی دوم نداش. ببخشین دیگه با اجازهتون من دیگه مرخص میشم. ایشالله که مشکلتون حل میشه. منم با شما میام. خداحافظ. گوش کن ببین پسر چی میگم. من آب از سرم گذشته. اگه همینطوری ولم کنی بری کاری میکنم که خونم بیفته گردنت. آهای پرستار پرستار باشه هر چی تو بگی خیلی خوب. بار دستمون میری. چشم کمکت میکنم. من یه شرکت ساختمانی دارم با کلی ملک و املاک. 10 سال پیش که زنم به رحمت خدا رفت و برم آتش کنم خیلی تنها شدم. آخه بچه هم 10 سالی است که از ایران رفتم. تصمیم گرفتم ازدواج کنم با فروغ که یه دختری از شوهر قبلیش داشت. اولش همه چی خوب بود تا اینکه یواش یواش دوچار حواس پرتی و فرموشی شدم. دیگه نمیتونستم کار کنم. همه کارا رو دادم دست سیما و کامران دختر فروغ و دامادش. اونا هم یه وکالت تامل اختیار از من گرفتن برای تمام معاملات شرکت. فروغم شد قیم همه مال و اموالم. تا اینکه این اواخر حس کردم که خبرایی. آقا جبه بذار من حساب میکنم. لازم نکرده. تا فردا وقت داری فکراتو بکنی. با تماس میگیرم. عجب خونه توپی. بد نیست کمکش کنی. فکر کن یه جور بازیه. خدا رو چه دیدی؟ شاید تو هم اینجوری به یه نوایی رسی. کجا برم دادش؟ برو اینقدر تا شهر تموش. سلام. میشه ازتون بپرسم شما شماره تلفن منو از کجا آوردین؟ چیه؟ تعجب کردی؟
اشکالی داره من مسافرتون باشم؟ شما برای ماشین باید زنگ میزدین آژانس. میدونم، میخواستم با خودتون چند کلمه صحبت کنم. راه حل دیگه ای به نظرم نرسید. خیلی خوب، حالا مسیرتون کجاست؟ میخوام برم خونه بهزاد. بفرمی. شما دانشجویین؟ بله، چطور مگه؟ برام جالبه که یه دانشجوی رشته حقوق با ماشین شخصی مسافر کشی کنه. فکر نمی کنم کار آر باشه. سوء تفاهم نشه، منظورم اهانت به شما نبود. سختتون نیست که هم کار کنین هم درس بخونی؟ چرا، خیلی سخته، ولی خب آدم وقتی مجبور باشه دیگه کارش نمیشه کرد. بله آقا، احترام خودتون رو حفظ کنی. خب الان ندارم، گفتم هر وقت داشتم میارم پرداخت میکنم. ماشین؟ ماشین که مال خودم نیست، من فقط دارم روش کار میکنم. برو بابا، اصلا هم غلطی دلت میخواد برو بکن. اه چی کار داری میکنی؟ هیچی، دارم اتاقم رو تمیز میکنم. بده زشته این کارا فری جون، من نوکرتم هستم، اینا رو بده به من. قول بهت میدم تا سر برج همه یه کرایه عقب افتادم و من بیارم تصفیه کنم. نوکرتم هستم. آقای مار رو براندو، آقای مو قشنگ، این حرفا رو واسه من نزن. اگه قرار باشه هر مستاجری امروز فردا کنه که هیچی، کلای من پس معرکه است. باید کاسه گدایی بردارم برم در خونه ویشنامو گدایی کنم. من نوکرتم. ببین، یه قرارداد توپ دارم میبندم، قراردادو بستم، پیشقصو دو دستی تقدیم تو میکنم. بسه بابا، خیال میکنه اینجام تئاتره؟ منو میخواد بذاره سر کار. بابا من نونم از این خونه کوفتی در میارم، حواست باشه. اگر تا فردا این داره تخلیه کردی کردی، یا اینکه چی؟ چی شد؟ سلام. ببینم، شما همون آقای پریشبی نیستی که دراز به دراز اینجا افتاده بودی؟ درست فهمیدی. خب جناب علی کی باشین؟ من پدر بهزادم. حالا چی میگی؟ پدر بهزاد، پدر آقا بهزاد، تا حالا کجا بودی؟ اونش دیگه به تو هیچ ربطی نداره، از این به بعد با من طرفی، کاری هم به کار بهزاد و اون دختره نداشته باش. شیر فهم شد؟ نه بابا. ببینم، پس کرایه عقب افتاده آقا پسره چی میشه؟ بگیر بزن به چاک. راست راستی نیست که بابا تا دمت گرم، خوب حالش رو گرفتی. خودمون این تو هم فیلمی بر خودتا. فکر نمی کنم دیگه کاری به کارت داشته باشه. نه بابا، این فقط پیشقصه دیگه. نه، این حسابش جداست. اومدم بهت بگم که فردا همین موقع تو و اون دختره رو توی اون رستوران ببینم. البته هیچ اجباری نیست که بیای، نیم ساعت بیشتر منتظرتون نمیمونم. اگر نیان اون وقت میفهمم که باید برم سراغ دو نفر دیگه. این دختره قضیه رو میدونه؟ آره، همین نیم ساعت پیش سوار ماشین کرد. چی گفت؟ هیچی. هیچی؟ یعنی چی؟ لابد داره فکراشو میکنه. خب اگه قبول نکرد چی؟ اون وقت باید یه فکر دیگه ای بکنی. ضمناً هر وقت دیدی که حواس پرتی گرفتم خودتو بابک معرفی کن. فهمیدی؟ بابک. اوکی، بابک. خداحافظ. خداحافظ. بابک.
درسته. تشریف میبرید؟ بفرمایید. بازم این طرف ها بیای. سلام. سلام. شما؟ ای بابا دوباره گیر پاچ کرد. جلال جون منم بهزاد. او ببخشید بابک. یادت اومد؟ ببخشید. شرمنده اول به جنه ای بردم. آی پسر. ببین من الان یک ساعت اینجا نشستم. 10 بارم سفارش چایی دادم. ولی هیچ کس توجهی نکرد. شما موقع تا 10 تا چایی خوردید. کی من؟ بله. میتونید ببینید. شرمنده ببخشید. حالا 2 تا چایی بیار ما بخوریم. چشم. دختره نیومد نه؟ هنوز نه. ولی پیداش میشه. مطمئنم. هنوز نشتاختیش. یک مارمولکی که دومی نداره. از اون بهتر نمیتونیم پیدا کنیم. دانشجوی حقوقه. میتونه از همه چی سر در بیاره. آه برای همینه پس خودشه میگیره. انگار آسمون باز شده این طلاب پیافتاده پایین. مطمئنی که میام؟ اون الان از نظر مادی خیلی در مضیقه است. دیروز پیشنهادی بهش کردم که نتونه رد کنه. اینو خوب اومدی. معلومه که الفیل میام. راستی جلال جون همچنین هوای ما هم داشته باش. منظورم باسته نخور. حواسم به تو هم هست. دیدی گفتم پیداش میشه؟ سلام. سلام. چرا این کاری کردی؟ چه کاری؟ اون چه کارو شما خریدین درسته؟ خواستم کمکی کرده باشم. که بعدش هم منو تو عمل انجام شده قرار بدی. ابدا. دیروزم بهت گفتم. هیچ اجباری نیست که قبول کنی. هر وقتم پولدار شدی میتونی بیای بدهی منو به هم برگردونی. خیلی خوب. منم هستم. میدونستم. پیش از اومدنتون همینو به بهزاد گفتم. ولی من برای اینکه این کارو قبول کنم یه سری شرط و شروط دارم. چه شرطی؟ اولا هر موقع احساس خطر کنم یا اینکه احساس کنم یه کاسه زیر نیم کاسه است کنار میکشم. حتی اگه لازم باشه به پلیس خبر میدم. ثانیه، تو هیچ مرحله از این کار وارد اقدامات غیرقانونی نمیشم. مگه ما قراره کار غیرقانونی بکنی؟ انگار میخوایم بریم دزدی. منظورم جعل مدارک شناسایی و از این جور چیزاست. راستی اینا اگه از ما شناسنامه پاسپورتی چیزی بخوان چی؟ چرا باید این کارو بکنم؟ وقتی من شماها رو تایید کنم دیگه اونا چیزی نمیتونن بگن. ضمناً شما اصلا لازم نیست که اقدامات حقوقی انجام بدین. بابک و بهار که بیان خودشون این کارا رو میکنن. من فقط میخوام که تا اومدن اونا شما اینجا حضور داشته باشین و ببینین که تو کلشون چی میگذره. شرط دیگه هم هست؟ خب تو این مدتی که قرار این کار رو انجام بدیم من نمیتونم رو ماشین کار کنم. اون وقت مهم نیست. فکر اونم کردم. علاوه بر دستمزدتون میتونین روی حمایت مالی من حساب کنین. حالا چی میگی؟ مشخصات کامل بابک و بهار توی این کیف هست، به اضافه چند تا عکس یادگاری و قدیمی. توضیحات کاملی هم درباره شجرنامه خانوادگیم نوشتم که شماها کاملا با خانواده ما آشنا بشید. ضمناً باید برای خودتون چند دست لباس حسابی تهیه بکنین و یه خورده هم خرت و پرت و آتشخال با مارک خارجی به عنوان سوغات. بله جلال جون، ولی این چیزایی که شما گفتین رو هم دیگه میدونید چقدر پول میخواد؟ به اندازه کافی پول توی این کیف گذاشتم. خب آره، منم منظورم همین بود دقیقا. من دیگه باید برم. به فروغ گفتم که بچه ها فردا شب با پرواز ساعت 9 میرسن. شما میان فرودگاه؟ نه، فکر کردم اونجوری ممکنه لو بریم. یه بهانه برای نیومدن فرودگاه پیدا میکنم. آدرسم که بلدی. پس قرارمون فردا شب ساعت 9.
لازم نیست به این دست بزنی. دارم توش میبینم چی هست. باید بریم اون چیزایی که آقا جلال گفت رو بخریم. چشم دست ازم. پسر جم این حساب میز ما چقدر شد؟ قابل نداره. قربانت. ممنون. 7500. 7500؟ دو تا چای 7500؟ دو تا چای نبود، 12 تا چای بود قربان. ببخشید اصلا حواسم نبود. الان میدم خدمتتون. چشم. این 7 و اینم 2 تومن. بقیه‌اش هم مال خودت. تشکر. جانم به سلام آقای سی، چطوری؟ دست درد نکنه دیگه. حالا بعد یه اون خاک صحنه خوردن من بیام نقش کتک خور بازی کنم؟ من غلط بکنم یه همچین حرفی بزنم؟ نه سی جان، نه اینکه نخوام، نمیتونم دیگه. یه دونه نقش به این پیشنهاد شده، هلو نقش اول. همین امشب هم قرار کلید بخوره. در صورت خیلی ممنون که به فکر ما بودی. قربانت. خداحافظ. برو بابا. خیلی خواهم. به به آقا بهزاد جون نونوار کردی؟ کجا انشالله؟ الو آقا جون؟ با اجازه شما. اختیار دارید، اجازه ما هم دست شماست. میگم بهزاد جون. جون میشه ازت یه خواهش بکنم؟ اگر ربطی پلو بابا جون سلام مخصوص منم بهشون برسون. چشم، اگه یادم بود چشم. انشالله که یادت میمونه. سلام. معلوم هست چی کار میکنی؟ نیم ساعت اینجا وایسادم. حالا مگه چی شده؟ خب کار داشتم دیگه. حالا برو ماشین بگیر تا دیرتر از این نشده. بنده پادوی سرکار خانم نیستم اینجوری به من دستور میدینا. چیه؟ بهت برخورد؟ بذار از همین اول یه چیزی رو روشن کنم. من اصلا از آدمای نازک نارنجی خوشم نمیاد. بذار از همین اول من یه چیزی رو به تو بگم. اگه یک بار دیگه به من بگی نازک نارنجی ها من مثلا چی؟ خب آدم ناراحت میشه دیگه. ولی نازک نارنجی نگو. حالا میری ماشین بگیری یا نه؟ لازم نیست برم ماشین بگیرم. زنگ زدم قرار آژانس بیاد. بفرم. معلوم نیست تو این خونه چه خبره. اون با این حرف میزنه، این با اون حرف میزنه. جلال پاشو قرصات بخور. آه.
کامران بیا زنگ میزنن. بله بفرمایید. اومدن. خب زود به جلال صدا کن، خیلی وقت منتظریدن همچین لحظه ایه. ماما بله. مهمونا رسیدن. خب بهشون بگو بیان تو. چشم. فروغ تو بازم مهمون دعوت کردی؟ این مهمونا با بقیه خیلی فرق دارن. 10 ساله که شما منتظرشون. کیا؟ خب بچه هات دیگه. کدوم بچه ها؟ بابک و بهار. اونا برگشتن؟ آره، فقط هیجان زده نشو، برای قلبت خوب نیست. کجا؟ میخوام ببینمشون. همینجا همینجا پشو. اون برگشت. بابک پسرم. پدر خیلی دلم تنگ شده بود براتون پدر. دخترم بهار. ببخشید بابا جون من سرما خوردم. به خونه خودت خوش اومدی. نمیدونین تو این چند سالی که شما اینجا نبودین چقدر به من سخت گذشت. راستی این فروغه. سلام. سلام بچه، خیلی خوشحالم از این که میبینم اتون. هرچند که قسمت نبوده تا حالا ببینم اتون یا حتی بتونم با اتون حرف بزنم، ولی به هر حال خیلی خوشحالم. ما هم همینطور. بابام خیلی از شما تعریف کردن، گفتن تا قبل از اینکه با شما ازدواج کنن خیلی تنها بودن، ولی بعد از ازدواج با شما در کنار شما و دختر خانومتون و دامادتون. راستی کجا هستن؟ همینجا. سیما، سیما جان. سلام، سیما هستم. از دیدنتون خیلی خوشحالم. سلام، منم بهارم. منم همینطور. کامران. مخلص شما بابک. بله؟ خیلی زود گذشت. واقعا اصلا اینجا هیچ تغییری نکرده. اتفاقا ما 2 سال پیش دیزاین آشپزخونه رو تغییر دادیم. متوجه نشدیم؟ راستش میخواییم بابک ما یه خورده کم حافظه است. نمیدونه دیشب شام چی خورده، چه برسه به چند سال پیش. من الان انقدر اصلا ذوق زدم اصلا متوجه نشدم اینجا خیلی تغییر کرده. تغییرات این خونه رو خود سیما انجام داده، چون خودش آرشیتک. واقعا که خوش طریقه این، یعنی به زبون فارسی خیلی هنرمندی. پرفکت. الان موقع این حرفا نیست، بچه ها هم گرسنن هم خسته. بچه ها اتاقاتون آماده است، تا شما برید استراحت کنید منم میرم شام حاضر میکنم. بعد از شام میتونیم کلی راجع به خودمون حرف بزنیم. خیلی هم خوبه. من که خیلی خسته راهم. خدا حافظ. خوش آمدین. به به، دستتون درد نکنه. ممنون. Although you have not been in Iran for a long time, but you speak Persian very well, especially you, Mr. Babak.
بابک doesn't like English language at all. اون کانادام که بودیم همش با هم فارسی صحبت می‌کردیم. Interesting. These days people want to show off about foreign languages somehow. Thank you so much. بابا یه چیزی بگین ما هم بفهمیم. بابا راست میگه. یه دونه کباب برام بذار. بهتر انگلیسی صحبت کردن رو بذاریم برای همون خارج از کشور. راستی جلال، به نظر شما قیافه بابک و بهار یه خود تغییر نکرده؟ راست میگی مامانا، خیلی با عکساشون فرق میکنن. نه، یه اتفاقی که اونجا میفته اینه که آب و هوای خارج از کشور رو قیافه آدم خیلی تاثیر میذاره. ولی جدن این اولین باری که من میشنوم. فکر میکنم بهار جون بینیشو عمل کرده. اینجوری به نظر میرسه؟ نه، بینی بهار اونجا به مرور زمان آداپته شده. بابک و بهار همون بچه های 10 سال پیشن، حتی اگر قیافه‌شون عوض شده باشه. مجده، این دختر سیما خیلی زبره، حواست باشه سوتی چیزی جلوش ندیا. تو بهتر مواظب به خودت باشی. داشتی گند میزدی به همه چی. من داشتم گند میزدم؟ بله، لطف کنید از این به بعد افاضات علمیتونم تو جمع مطرح نکنید. تقصیر منه که نذاشتم هیچکی بفهمه که بینی تو عمل کردی. آقا پسر، مواظب حرف زدنت باشا. کسی تا حالا جرئت نکرده راجع به دماغ من حرف بزنه، چه برسه به عمل. چیه؟ منم، جلال. در باز کن ببینم. بیا تو. آروم بیا تو بهت بگم. چی شده؟ چرا اینجوری میکنی؟ اینجا چرا اینقدر تاریکه؟ خب برای اینکه چراغ خاموشه. خب روشنش کن. چرا یواش حرف میزنی؟ روشن کن تا بهت بگم. نمیزنی که. چطور؟ آخه فروغ شبا که بیخوابی میزنه به سرش، بلند میشه هی تو ساختمون میچرخه، گوشش هر چیزی رو میشنوه. خیالت راحت راحت باشه، من اگر تو خوابم حرف بزنم فقط خالی میبندم. خیلی خوب، فردا میبینمت. باشه، برو بخواب. بای. شب بخیر. شب بخیر. بفهم. ممنون. دست درد نکنه. بابک چرا نیومد؟ یه خورده تنبله، آخر سر از همه بیدار میشه. اون از بچگی هم همین جوری بود. بابا به سلامتی، اینا از راه خیلی دور برگشتن. خوب. سلام. سلام بابک جان، بشین برات یه چایی بریزم. ممنون. عجب روز خوبیه. چی میخوری؟ کره، پنیر، تخم مرغ؟ من والا صبح خیلی اشتها ندارم، ولی به خاطر شما پدر عزیز چشم یه لقمه میخورم. خب ببینم برنامه امروزتون چیه شما؟ راستش فکر کردیم که بریم یه چرخی تو شهر بزنیم. خب به هر حال هر کجا که رفتین شب و زود برگردین، شاید مهمون داشته باشیم. مهمون؟ خیلی دارم. دوست دارم من مهمونم. خانم تو رو خدا این مهمون بازی رو بذار برای بعد. با حرفا میزنی شماها. این بچه‌ها بعد از این همه سال برگشتن، خب همه فامیل میخوان ببیننشون. تازه فامیل من که نیستم، فقط عمه خانومم هست، میخواد برادرزاده‌هاشو ببینه. نه من میگم آقا بهزاد، اگر اون یه لقمه که قرار بود بخوری خوردی دیگه پاشو بریم. نه من که اصلا اشتها ندارم خیلی. با ماشین من بریم. خانم، اون سویچو بده به بچه ها. شما که گفتین رانندگی نمی کنی؟ چرا، دکتر رانندگی رو براش قدغن کرده، برای همین ماشین زیر پای کامرانه، ولی چون میدونست شما امشب میخواییم برین، ماشین رو برای شما گذاشت. خیلی ممنون. ممنون، فعلا.
خیلی آدم چیزه تو چی نذاشتن یک لقمه بخورم. بچه ها مواظب خودتون باشید. چشم. خدا حافظ. دستتون در نکنه. خدا حافظ. در پناه خدا. فرمان خدا. حالا نمیشه تو اینقدر برای این فروخ خانم خود شیرینی نکنی؟ اتفاقا بد نیست. منم موافقم. این خودشیرینی نیست که، تاکتیکه. برای لو نرفتن نقشه لازمه خانم. اینم یه جور نقش بازی کردنه. اگه بخوای نقشه تو درست بازی نکنی، کارت تمومه. حالا نمیخواد تو این چیزا رو به من یادآوری کنی. اتفاقا بعد این چیزا رو به شما یادآوری کنم. برای اینکه شما همیشه باید بدونید که این نقشه تحت هدایت من پیش میره. پس بهتره یه چیزی رو من به شما یادآوری کنم. اگه من نبودم این نقشه جنابالی تا حالا 100 دفعه لو رفته بود. تو چی فکر میکنی ها؟ تو خیال میکنی از دماغ فیل افتادی؟ اینش دیگه به خودم مربوطه. نه خیر، به منم مربوطه. شما باید بدونی تا وقتی که تحت هدایت من داری حرکت میکنی باید بدونی که... چرا وایسادی؟ اگه من نخوام تحت هدایت شما کار بکنم باید کیو ببینم؟ هر کاری دلت میخواد بکن. میتونی خودتو بکشی کنار؟ بله خیلی خوب. برو چیکار وایسا چیکار داری میکنی؟ دارم برمیگردم برم ماشینو تحویلشون بدم دیگه. نه بابا ولش کن، شوخی داری با من؟ نه تو اینجوری فکر کن. چیکار داری میکنی؟ وایسا. خیلی خوب، یه معذرت خواهی کوچولو کافیه. معذرت میخوام. خیالتون راحت شو؟ خیلی خوب، اشکال نداره. فقط گوش کن ببین چی میگم. حالا که داریم میریم اونجا حسابی حواستو جمع کن. حواستو جمع کن ببین چی پیدا میکنی که بهمون کمک کنه. خیالت راحت راحت باشه. بسپرش به من. یه کاری بکنم که همین آقا کامران عزیز انگوش به دهن بمونه. فقط تو رو خدا باش گرم نگیر. اونجوری یه وقت درسی سوتی بده. ها؟ خیالت راحت باشه. میرم اونجا تتوی همه چی رو در میارم. برو طرف ساختمون. کارید نماشه بسپر به من. خدا عاقبت منم تو رو به خیر کنه واقعا. به من میگن بهزاد، نمیگن برگ چغندر. برو بریم. پنجره نبود تو نقشه، چرا دیوارش کردن؟ بگن خراب کنن حتما پنجرهشو در بیارن. به لوله‌ها رو کی بگیم بیان نصب کنن؟ پس فردا قرار بیاد خودم زنگ بزنم پس فردا میاد نصب کنه. اینجا هم هرچی آجر هرچی از جمع کنیم برای دیوار چیزی لازم میشه. از برنامه خیلی عقبه. تاسیسا چرا اون نمیاد؟ ببخشید کامران، مثل اینکه با شما کار دارم. اینو یه از دفتر. بابای خان. سلام. سلام. به به به. خوبی؟ از این مرات؟ قربانت، مزاحم که نیستم. یه حرفا چیه بابا، شما خودت اینجا جوری کارفرمایی. بریم دفتر بشینیم. نه، راحتم. همینجا عالیه. عجب دم و دستگاهی ولی دارین. قشنگه نه؟ عالی. خیلی زحمت کشیدم روی این پروژه. میدونی یه جوری اصلا اساره چند سال کار کردن منه. بله. آقا جلالم که چی گفتی؟ با خودم بودم. داشتم میگفتم که خب آقا جلالم که اینجا نیستن، همه کارا دست شماست، درسته؟ آها منظورت این دم و دستگاهی که پدر در اختیار من گذاشته. با انصافا منم براش خیلی زحمت کشیدم. میدونی که بعد از مریضیش دیگه شرکت داشت یواش یواش ورشکست میشد. من بودم که تونستم با این پروژه نجاتش بدم. همین الان سرمایه شرکت دو برابر شده. فکر نمی‌کنم پدر این وسط ضرری کرده باشه. همه‌رم پیش فروش کردین، درسته؟ 90%ش. چیه؟ میترسی؟ خیالت راحت باشه، همه چیز اینجا برنامه ریزی شده است. تا قرون آخرش رو حساب کردیم، هیچ یه چیزی هم گذاشتیم کنار برای موارد پیش بینی نشده. راستی بهار رو چرا نیوردی؟ رفت پیش سیما خانم. پس امروز با همیم. اگه موافقی نهار رو بریم با هم بخوریم. چرا که نه. ببین فقط کافیه یه بار به پری تو دل هوا، اون وقت اصلا حواس نمی کنه پشت سرت چیزی بگه.
سوسن جون چند لحظه گوشی؟ سلام. سلام. ببخشید خانم، امروز دیگه ثبت قرارداد نداریم، فردا تشریف بیاریم. من بهار هستم، دختر آقای سولت. ای وای، ببخشید نشناختمتون، خیلی خوش اومدیم، منتظرتون بودیم. خانم صادقی هستم؟ بله، یه لحظه اجازه بفرمایید. خانم صادقی، خانم سولت تشریف آوردن. خواهش میکنم بفرمایید. سلام. سلام. خسته نباشی. متشکرم، خیلی خوش اومدیم. بفرما بشین. چه دفتر قشنگی دارین. ممنون. البته اینجا از وقتی که پدر کار میکردن خیلی فرق کرده. من و کامران طراحیشو به کل تغییر دادیم. چه جالب، من نمیدونستم شما و آقا کامران هم رشته این. من و اون توی یه دانشگاه با هم درس خوندیم. اون سال سوم بود، من سال اول. هر دو فکرای بزرگ تو سرمون داشتیم. همون سال پروژه من و اون مشترکاً توی مسابقات دانشجویی اول شد. بعدم که بازم هر دومون اومدیم روی یک پروژه مشترک کار کردیم. وسط همون کار بود که من پیشنهاد ازدواج را منم بی‌معطلی قبول کردم. یه موقع نکنه جا نداشته باشه شما بشینیم اینجا. حرفا چیه؟ اینجا همیشه جا هست. من معمولا میام اینجا. جای خیلی دنج خوبیه. طبیعتش هم خوبه، فقط شانس دادم خود هوا سرده. آره، ما تو آمریکا که بودیم همیشه هوا همینجوری بود. حتما تو یکی از این ایالت‌های سردسیرش بودی. آره آره، ما ایالت تاورکرپیا بودیم بیشتر اونجا. ولی خوبیش اینه که ایران چهار فصل دیگه. الان ممکنه سرد باشه ولی فکر کنم یکی دو ماه دیگه هوا بشه عالی. آها، بهاریه بهار. بارسمو. چهل داشت هوا. من که همون جوجه همیشگی میخورم. تو چی میخوری بساز؟ به منم باشه، منم کنم دلت برای یه کوبیده های ایرانی لک زده. یه کوبیده هم برای ایشون اینه، ما مخلف هست. خوبه جاهاش، راضی هستی؟ آره آره، خیلی عالیه، خیلی عالیه. اینجا هم بله من نمیخونم. جانم، سعید جان، الو، سلام، الو، سعید، قطع وست میشه زده. اینجام آنتن نمیده، من این دقیقه اینو جواب بدم از ساختمون میام. کوبیده کوبیده. چیزی دستگیرت نشد؟ فقط یه دست کباب کوبیده مزخرف. منم که چیزی دستگیرم نشد. اما من یه کاری کردم. این چیه؟ تو جیب کامران کش رفتم، دادم از روش دو دست ساختن بر روز مبادا. مگه میدونی مال کجاست؟ نه. خب به چه درد میخوره؟ شاید یه روزی به درد خورد. خب بچه ها، براتون یه سورپرایز دارم. اینم عمه خانوم. وای ماشالله، چقدر بزرگ شدین. الهی من قربون دختر قشنگم برم. ماشالله بابا بابا بچه ماشالله شاخش امشب باستا ببینم. باش عزیزم، پسر گلم، آقا جون باستا ببینم. فروغ چنه اینجوری میکنی بچه جان؟ باستا خب من عمت هم آقا جون. باستا بابا جون. باشه باشه عمه، چشم. فروغ جون چی بگم؟ یه شب خوابیده بودم دم یک داد و فریادی داره میکنه. گفتم چی شده چی شده؟ گفت هیچی، من دارم خواب میبینم نون بربری خوردم. گفتم خب بخور. صبح پاشو دیدم نصف لاف کرسی نیست. از خوابی که دیده بود نصف لاف کرسیم خورده بود. این آقا آش برام آوردن تو شن، لوبیا قرمز چند تا دونه بود. از بس شکمو بودا داداش، دستش کرد تا اینجا تو آش، دستشو پاک سوزون. آره اینا دستم رو جاشم از راست میگم. خلاصه داداش چون خدا بابامونو بیامرزه، چه حرف به جای زد. وصیت کرد، گفت بابک و شبنم خودتو بکش، اینا مال هم دیگن، اینا باید با هم دیگه وصلت کنن. منم امروز اومدم مختص این که این دوتا رو به هم دیگه
جوششون بدم. راستی همه خانم، منم دلم برای شبنم خیلی تنگ شده. کجاست شبنم؟ با شبنم همینجاست. شبنم دخترم، شبنم جون عزیزم اومد. میبینی؟ ماشالله ماشالله. دیدی داداش؟ فروغ جان دیدی؟ ماشالله بر تو یه شوهر خواه پیدا کنم، ناراحت نباش. ممنون. شما چقدر بزرگ شدین. شما هم همینطور. پس این مورد با هم تفاهم داری؟ بله بله بله. یادم چند سال پیش که به من زنگ زدید گفتید خیلی دلتون برای من تنگ شده بود. بله بله بله، من واقعا برای دیدن شما لحظه شماری میکردم. دیدی بهار جان، اصلا انگار خدا اینا رو برای همدیگه ساخته. میگم حالا وقتمونه که آسین بالا بزنم اینا برای همدیگه عقد کنیم. والا چه عرض کنم، ولی اصلا نگران نباشی، من خودم یک خواستگار خیلی توپ پولدار برات پیدا میکنم. راستش من تو این سالا خیلی خواستگار داشتم، ولی همه رو به خاطر شما جواب کردم. خب شما لطف دارین، ولی من واقعا مستحق یه همچین فداکاری نیستم. ای وای، نفرمایید، بفرمایید. ممنون، من یه دقیقه الان برمیگردم، فقط مواظب لیوان من نخوریشا. چش. خب من الان اومدم. راست میگین عمه جون، خیلی به هم میان. بله من که گفتم، اصلا خدا در تخته رو برای هم دیگه جور میکنه. ببین اصلا نگران نباش، برات یه شوهر کاندید کردم، پسر مشقاسم سبز فروش سر کوچمون، اسمش هم صحبته. درسته که سواد نداره، ولی پول تا بخوای خوشبختت میکنه، با وانت کار میکنه. ما رو تو خواب جا بذاره، ما رو تو خواب جا بذاره، دلم از اون دلای قدیمیه، از اون دلاست. معلوم هست شما کجایین؟ جناب علی؟ من بابکم، الان چه موقع حواس پرتیه؟ بابک جان، دارم امشب یه کباب کوبیده‌ای واسه درست میکنم که بخوری تا آخر عمرت یادت نره. نه کباب کوبیده نه، خواهش میکنم. ببین اصلا ولش کن اینو، این خواهرزادت داره منو بیچاره میکنه، این جدی جدی فکر کرده خبراییه. شبنمو میگی؟ آره بابا، اون دختر خوبیه. من که نگفتم دختر بدیه، ولی این بابا، من نیومدم اینجا که زن بگیرم، من اومدم به شما کمک کنم. سعی کن باهاش راه بیای، وگرنه منیر خانم بیچارمو میکنه. چجوری باهاش راه بیام؟ کیه؟ منم، جلال. خب بیا تو. شش، بیا جلو تا بهت بگم. اینجا چقدر تاریکه؟ خب برای اینکه چراغ خاموشه. خب روشنش کن. چرا دوباره داری یواش صحبت میکنی؟ روشنش کن تا بهت بگم. میگم که برای امروز خوب بود، فردا خونه کامران دعوتین. خب باید خیلی خیلی حواستون رو جمع کنین. ضمناً یه سری هم باید برین شرکت، منتها موقعی که شرکت تعطیله. چطور؟ اینم کلید شرکت و گاف صندوق و ایناست، اینم رمز گاف صندوقه، البته اگه کامران عوضش نکرده باشه. یعنی شما هنوز رمز گاف صندوق یادته؟ ای بابا من یادم نیست که دیشب شام چی خوردم، منتها این شماره رو کف پام خالکوبی کردم. میخوای خودتم یه بار چکش کنی؟ نه نه نه، قبوله قبوله. خیلی خوب، پس خوب حواستون رو جمع کنی. خیالت راحت راحت باشه، برو بخواب. شب بخیر. شب بخیر.
بگیر. قرصاتو بخور بریم تو آشپزخونه. صبحانه آماده است. بریم تو آشپزخونه. صبحانه آماده است. آخش سلام. یواش بابا، خون نگوشتی رو سره. چی میگی باز تو صبح اول صبح چرا غر میزنی؟ یه دقیقه بیا پایین، من میخوام برم تو اتاق فروخانم. بیا مواظب باش. تو اتاق برای چی؟ بابا میخوام برم اتاق فروخانم دیگه. بابا آقا جلال گفته برم تو اتاق ببینم که این قرصایی که فروخانم بهش میده چیه، چه حل حلولایی داره به خودش میده. اگه ببیننمون چی؟ نمیبینم. بیا تو مواظب. اگه دیدنمون؟ بیا بهت میگم. ببین لومون میدی ها. ببین من کی به تو بگم. میشه بپرسم شما دوتا چرا اینجا وایسادی؟ ما بالا داشتیم میومدیم فروغ جون. صبحانه خیلی وقتی آماده است، بیاین تو آشپزخونه. بفرمایید شما. بله داشتیم میومدیم. بفرمایید. تو داری چی کار میکنی؟ معلوم هست همه جا رو خوب باید بگردیم. بالاخره باید یه چیزی اینجا گذاشته باشم. آره خب آخه عقلشون کمه، میارم مدرکم زنن جلو چش سرکار تا پیداش کنیم. صبر کن، بالاخره باید تو این خونه یه چیزی پیداشه یا نه. نرزم قابل توجه سرکار خانم، این دسته کلید به درد اینجا میخوره. تو آخر سر لامو میدی. نه ترس، من توی یه فیلم نقش خانم مارپل رو داشتم. بهت هم میاد اتفاقا. نه ذکر و خیر شما بود. بله خیلی خیلی خوش اومدیم. خیلی ممنون، ببخشید مزاحم شدیم. مزاحم چیه، اختیار دارین. ما خیلی وقت بود مشتاق دیدن شما بودیم. از وقتی که فروخ خانم با آقا جلال ازدواج کردن همیشه تو خونهشون ذکر خیر شما بود. خواهش میکنم. ببخشید دستشویتون کجاست؟ بالا سمت چپ. ممنون. میخوای بهم راه نمایید کنم؟ خودش میره. نه 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 خودم میتونم پیدا کنم، عجله دارم. شما بفرمایید دهنتون رو شیرین کنین. چای استیما خانم واقعا خوردن داره. شما لطف دارین. من برم شاید پیدا نکنه راه نمایش کنم. پیدا میکنه خودش. پیدا میکنه. حالا من الان برمیگردم. تشریف مامان جون. فکر کردم گفتی میخوای بری دستشویی.
آره دستشویی قشنگی داشتی. چیزی لازم داری اینجا؟ دنبال چیزی هستی؟ نه داشتم دیزاین و اینا رو تماشا می‌کردم. شام حاضره، همه پای منتظر شما. بفرمایید خواهش می‌کنم. بفرمایید. 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 بابا تو سر نمیخوری؟ دارم میخورم. من میخواستم غذای فرنگی سفارش بدم. منتها دیدم شما چند سال اون بر دارین از اینجور غذاها میخورین. واسه همین به کامران گفتم که چلو کباب بگیره. اتفاقا بابک عاشق چلو کبابای ایرونیه. مخصوصا کباب کوبیده. اه چه خوب. شما اون بر چی خوندین؟ سینما. حدس میزدم. تا حالا نشده تو این چند سال ایران بیاین؟ سیما حرفای میزنی ها. خب اگه اومده بودن که به پدرشون سر میزدن و ما هم میدیدیمشون. آخه 2-3 سال پیش توی یه فیلم ایرونی، یعنی یه فیلم ایرونی دیدم که بازیگرش عین آقا بابک بود. حتما نقش اولش نه؟ خب نقش اولم که نه، راستش که جنازه بود. جنازه؟ امکان نداره. راستش بخوایم بابک توی آمریکا که بودیم کلی پیشنهاد بازی داشت، ولی خب فقط میخواست نقش اول بازی کنه، بخاطر همین اصلا قبول نکرد. درسته بابک؟ چیه؟ چرا سگرمه ها تو همه؟ جنازه خجالت هم نمیکشن. حالا راستشو بگو، تو اون فیلم بازی کردی یا نه؟ من و جنازه؟ حالا اگه آبری، عبوری، چیزی میگفتن آدم باز قبول میکرد. جنازه؟ خیلی خوب، قبول. حالا چیزی پیدا کردی یا نه؟ نه بابا، اصلا هیچ خبری نبود. کلیدا هم به هیچ جا نخورد. تنها جایی که مونده گاف صندوق شرکته. داره؟ داره؟ خدا کنه اونجا یه چیزی گیرمون بیاد. عوض کردم. حالا چی کار کنی؟ بسپرش به من. مگه تو بلدی؟ توی فیلم نقش دوز رو بازی میکردم، اونجا یاد گرفتم. بیا بازش کردم. چجوری این کار کردی؟ بقیهش میارم. تو که دستت گرم شده اینو رو آخش خسته نشی یه وقتو سران اینا رو بخون. پاشو شاید یه چیزی به در بخور گیرمون بیار. پاشو. باشه باشه بز من. بیفایده است جم. بیفایده است. خوابیدی؟ نه 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 چشم بسته بودم، داشتم فکر میکردم به این ماجراها. چیزی پیدا کردی؟ نه خیر. این پرونده ها همشون درسته، هیچ اشکالی نمیشه به هیچ کدومشون گرفت. مطمئنی؟ شک ندارم.
حالا باید چیکار کرد؟ باید اینا رو جمع کنی. جمع کنیم. شما جمعش رو میکنی. زود باش. اگه یک بار دیگه، فقط یک بار دیگه. یک بار دیگه چی؟ اگه یک بار دیگه اینا رو اینجوری بریزی به هم، همه قرقاتی بشه، خب اینا ممکنه بفهمن که اینا رو ما دست دادیم. بعد همه نقشه‌مون لو میره. حالا من جمعش کنم، تو خودت ناراحت نکن. مزه. فکر میکنم همه این مشکلات از خود آقا جلال باشه. چی؟ یعنی میخوای بگی هر جفتمونو گذاشتی سر کار؟ نه بابا. تو نظر دیگه ای داری؟ آخه برای چی باید همچین کاری بکنه؟ نمیدونم. این اون چیزیه که باید ازش سر در بیاریم. چجوری؟ شاید مهتاب بتونه کمکمون کنه. مهتاب؟ آره. مهتاب کیه؟ مهتاب منشی شرکت آقا جلاله. اون خیلی سال منشی شرکت بوده. باید خیلی چیزا بدونه. فردا میریم پیشش. باشه. باشه. بفرمایید. دستتون درد نکنه. سر شما درد نکنه. بفرمایید. خیلی ممنون. خب من میرم قرصاتو بیارم. ببخش. ببینم تونستین چیزی پیدا بکنی یا نه؟ هیچ. مطمئنی؟ شما باید مطمئن باشین که چیزی که ادعا کردین درسته یا نه. یعنی میخواین بگین من دروغ میگم؟ نه، منظور مجده اینه که ما باید بیشتر تحقیق کنیم، مطمئن باشیم بالاخره یه چیزی پیدا میکنیم. از اون قرصا چی؟ سر در آوردین؟ با دکترتون امروز قرار ملاقات گذاشتم. خوبه. خوب باید حواستون رو جمع کنین. دیشب فروغ کلی درباره شماها منو سوال پیچ کرد. عجیب نیست که فکر کنه قیافه بچه‌هام یادم رفته. شما دو نفر کلا بردارین. خیالتون راحت راحت باشه. ما انقدر توی این نقش فرو رفتیم و که حتی خودمونم باورمون شده که بابک و بهاریم. چی بگم خانم؟ آقا جلال حکم پدر من دارن. من خیلی وقت پیششون کار میکنم. ولی از زمانی که آقا اینجوری شدن، یعنی حالشون خیلی بد شد، دیگه همه چی به هم ریخت. والا اون وقتا شرکت وکیل نداشت؟ چرا؟ یکی بود کارهای آقا رو راسوریس میکرد. ولی از زمانی که حالشون بد شد، دیگه رابطهشون به هم. شما هیچ آدرسی، نشونه چیزی ازشون ندارین؟ یه لحظه اجازه بدید یه نگاهی بندازم. ممنون. پیداش کردم. فقط مهتاب جون یه لطفی بکن، از این ملاقات چیزی به آقا کامران و سیما خانم نگو. مطمئن باشین، خیالتون راحت باشه، من هر کاری که برای کمک به آقا نیاز باشه انجام میدم براتون. نگران نباشین. ممنون. خواهش. ممنون. خداحافظ. خداحافظ. آقای سولت، منظورتون جلال سولته دیگه؟ بله. شما وکیلشون بودین درسته؟ خب که چی؟ راستش ما می‌خواستیم راجع به ایشون بیشتر بدونیم. گفتیم شاید شما. چرا باید همچی کاری بکنم؟ من حتی نمیدونم شما کی هستی؟ بله خب داستانش مفصله. آقای سولت اومدن پیش ما، از ما کمک خواستن. راستش فکر میکنن که راجع به ایشون دارن توطئه میکنن. پس شما هم؟ بله ما هم. منظورتون چیه؟ ببینین من تا 5 سال پیش وکیلشون بودم. ولی از اون موقع که ایشون دچار فراموشی و حواس پرتی شدن، ارتباط ما هم قطع شد. چطور این اتفاق افتاد؟ خدمتتون گفتم من هنوز شما رو نمی‌شناسم، پس نمیتونم. خواهش میکنم آقا، ما که از شما چیز زیادی نمیخوایم. آقای سولت حالشون اصلا خوب نیست. ببینین این کارت منه، من یه جوری با شما همکارم. در ضمن
آقای سولت خودشون اومدن سراغ ما، از ما کمک خواستن، ولی ما تا حقیقت رو ندونیم نمیتونیم برایشون کاری انجام بدیم. فقط اینو میتونم بگم، مشکلات جلال از زمان شروع شد که دیگه بچه‌هاش باش تماس نگرفتن، یهو غیبشون زد، هیچ کس ازشون خبری نداشت. من از طریق سفارت و پلیس بین‌الملل قضیه رو تعقیب کردم. اونا احتمال میدادن که یه نوع سرقت، یه همچین چیزی که سارقین هم سر به نیستشون کرده بودن. جسدشون هیچ وقت پیدا نشد. جلال این موضوع رو که فهمید کاملا به هم ریخت. البته وانمود میکرد که با بچه‌ها تماس تلفنی داره. خب نمیتونست باور کنه که اونا مرده باشن. بعد از این جریان ارتباط ما کاملا قطع شد. بایسا داری اشتباه میکنی، ببین زود داری قضاوت میکنی، هنوز که چیزی معلوم نیست. نمیتونی خودتو بکشی کنار. خیلی هم خوب میتونم، تمام این مدت سر کار بود، اونم به خاطر توهمات یه پیرمرد که نمیخواد مرگ بچه هاشو قبول کنه. بایسا این مدت دنبال هر چی که بودیم توهم بود، توهم، میفهمی؟ هیچ توطئه‌ای در کار نیست آقا بهزاد. من قرصاشو به دکترم نشون دادم، فروغ داره طبق تجویز دکتر عمل میکنه. از کامران و سیما هم که هیچی در نیومد. تازه اون بنده خدا خودشون پیشنهاد دادن دنبال کارهای وکالت جلال باشی. تو اگه میخوای وقت تو این خانواده تلف کنی به من مربوط نیست، ولی من دیگه نیستم. تو چیکار به این کارا داری؟ تو پولتو بگیر. این پول به درد من نمیخوره. صبر کن، من تا حالا نشده نقشه رو نیمه کاره ول کنم. این بازی رو با هم شروع کردیم، با هم هم تمومش میکنیم. این دیگه بازی نیست آقا بهزاد، خود زندگی. وایسا، میدانم که اون خیانت پیش است، اما چگونه دریابم؟ حقیقت پشت پرده زخیم پنهان است. نشانه باید، نشانه ای که این پرده را فرو افکند. آن را بجوی. نشانه در همین نزدیکی است، در مقابل چشمان تو. در مقابل چشمان تو. ببخشید ها، واسه خودم بابکه، وگرنه یه گاز بهت میدادم. سلام بابک. سلام، اینجا چی کار میکنی؟ حدس میزدم بیای اینجا، اومدم اینجا منتظرت شدم. با من کار داشتی؟ آخه مامان برامون دوتا بلیت سینما رزرو کرده، اومدم تا با هم بریم. حالا موقع سینما رفتن نیست شبنم جان، تو برو. بعد ولی آخه نداره، بعد من بهت میگم چیکار کنی. تو برو. برم. خیلی خوب، من میرم خونه دایی، منتظر میشم تا بیای. برو 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 برو. خداحافظ خداحافظ. دیر نکنی ها. چشم چشم، میام. خداحافظ. سلام آقای سولت. سلام خانم. شرکت تعطیله. من به اون خانمم گفتم ولی اصلا توجهی به حرف من نکردن. میدونم، من یک کاری داشتم اومدم اداره انجام بدم و برگردم. آخه چی؟ یعنی شما میخواییم بگین که من از پدرم دزدی میکنم؟ نه ببخشید. یه چایی بر من بیارین. باید یه چیزی اینجا باشه. الو. سلام بابا. منم بهزاد. ببین اینا یه شرکت دیگه دارن که آدرسش رو ما نگفتن، به ما نشونش ندادن. آره، ماشین رو برای چی پس دادی؟ ای بابا. خیلی خوب، تا نیم ساعت دیگه
خودتو برسون به این آدرس که بهت میدم. یادداشت کن. مهتاب خانم، من دیگه چایی نمیخورم. لطف کنین که خیالت راحت باشه، دیگه آروم گرفته. زود خودتو برسون. فروغ. بله. بابک و بهار کجان؟ رفتم بیرون، ولی تا شب برمیگرد. نکنه برنگردن. نه ترس آقا، دیگه کم کم پیداشون میشه. سلام. 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 فروغ، این بهاره؟ نه آقا جون، من سیما. ماما یه لحظه بیا. چیه؟ چی شد؟ یه اتفاقی افتاده. خب گوش کن ببین چی میگم. چه اتفاق؟ بعدم برای توضیح میدم، فعلا آماده شو بریم. کجا؟ گفتم که بعدم برای توضیح میدم. تو هم وقت گیر آوردی. این اصلا حالش خوش نیست. چیزیش نیست، همیشه همینجوری بوده. نه خیر، اتفاقا برعکس. اینا نگاه کن، من امروز تو سطل زباله اینا رو پیدا کردم. خب که چی؟ یعنی اینکه جلال دو برابر اون چیزی که دکتر بهش تجویز کرده داره مصرف. مامان، الان وقتی گفتن این حرفا نیست. آماده شو تا دیر نشده بریم. که سر از کارای تو در نمیاد. Thank you.
بدبخت شدم. وایسا ببینم قضیه این پرواز چی؟ وقتی برسیم اونور خودتون همه چی رو میفهمیم. اونور من تا نفهمم موضوع چیه با تو هیچ جا نمیام. الان من برگرد خونه، باید با دکتر جلال صحبت کنم. جلال میخوان برگردین تو اون خونه که چی بشه؟ اون پیرمرد دیگه کارش تمومه. خجالت بکش دختر، این چه طرز حرف زدنه؟ مگه دروغ میگم؟ اون با این حواس پرتی که داره تا چند وقت دیگه شمارم نمیشناسه. پس بهتر به فکر خودتون باشه. ببینم چی تو سر تو اون کامرانه ها؟ حیف اون همه پوله که بخواد بیفته زیر دست اون پیرمرد خلوچر. اون پیرمرد دو تا بچه داره که اومدن کمکش. منظورتون اون پسره احمق و اون دختره از خود راضیه؟ محاله بذاریم من و کامران اون همه پول بیفته زیر دست اون دو تا؟ ما این همه زحمت کشیدیم. حالا فهمیدم واسه پیرمرد بیچاره چه نقشه‌ای کشیدیم. اون قرصارم تو به خوردش دادی. من میخوام برگردم. کجا میخواین برگردین؟ نگران هیچی نباشین مادر من. من و کامران فکر همه چیو کردیم. کامران همه چیزو فروخته، خونه رو، ماشین رو. هیچ فکر نمیکردم دخترم یه همچین نقشه کثیفی تو ذهنش باشه. میدونم همش زیر سر کامرانه. مامان دارین اشتباه میکنین. تو اگه خواستی برو، ولی من نمیام. دیگه هیچ وقت اسم منو نیا. همشونو گرفتن. اینا رو میدونی همشون کلو بردارن. اینا هر کدوم واحدای این برج رو به چند نفر پیش فروش کردن. باور کن خیلی جالبه. نه تو چه چیزی نمیگی ها؟ چی؟ خب یه جوری بگو منم بفهمم دیگه. نمیفهمم چی میگی. آها دهنت بسته است. خیلی خوب دیدی من راست میگفتم. راست میگی. من یه خورده زود قضاوت کردم. حالا یه معذرت خواهی به تو بده کارم دیگه. اگه تو نبودی واقعا همه این زحمت هامون به باد میرفت. دست منو باز کن. دیدی بالاخره هر آدمی اشتباه میکنه. منظورت منم؟ یعنی همه اشتباه از جانب من بوده؟ نه با من این حرف رو نزدم که. گفتم چرا تو میخواستی بگی همه کارا رو تو انجام دادی، من این وسط هیچ کاره بودم؟ نه نه با من که بذار یه چیزی بهت بگم آقا بهزاد. اگه من سویچ ماشین رو تحویل آقا جلال نداده بودم، حالا حالاها باید تو این صندوق عقب جا خوش میکردی. اون وقت وقت داشتی ببینی کی بیشتر اشتباه کرده، تو یا من. ببخشید غلط کردم. خوب شو اشکال نداره. حالا باید چیکار کنی؟ باید بریم پیش پلیس. خب اگه اینجوری باشه که باید آقا جلال به عنوان شاکی اصلی با خودمون ببریم. خب بریم دیر شد. بالاخره موفق شدیم. درست فهمیده بودی. کار خود نامردشونه. شما دست بردار جلال جون. ماهیم دیگه بابا. صاف کن. ماهیم دیگه بابک و بهار. شماییم؟ آره دیگه. پس تا حالا کجا بودین؟ چرا با من تماس نگرفتین؟
این فایده نداره، انگار یه دفعه عمل نکرد. بابا من بهزادم، اینم مژده است، الان موقع زدن تو خاکی نیست که. یعنی به من دروغ گفتی؟ نه بابا، چیکار داری میکنی؟ یعنی به من دروغ گفتی؟ خیلی خوب، باش زده تو خاکی، قاطی کرد. بابا، میدونی من چند دقیقه است که منتظر تو هم؟ ببینم میدونی فروخ خانم و سیما جون کجا رفتن؟ همین الان با هم دیگه رفتن بیرون پیش پای شما. کجا رفتن؟ نمیدونم. اصلا به ما چه کجا؟ ما الان باید بودیم به سینما برسیم که دیر نشه. بس کن دیگه. همگه بریم سینما، بریم سینما. من میام با تو سینما چیکار کنیم؟ تو سر من داد زدی. از الان که سر من داد میزنی، پس فردا که ازدواج کنیم حتما دستم رو من بلند میکنی. بس کن دیگه بهزاد. خب تقصیر من ده، خدا چیه دختری معصوم؟ ببین شبنم جون، برای ما خیلی مهمه که بدونیم فروخ خانم و سیما کجا رفتن. خب اونا که به من حرفی نمیزنن، ولی خب من از تو آشپزخونه شنیدم یه حرفایی راجبه پرواز و فرودگاه و از این چیزا میگفتن. پرواز؟ بریم بریم بچون بریم. یواشتر برو، چرا اینجوری داری رانندگی میکنی؟ نباید بذاری بس در را. ای بابا یواش برو، بهت میگم باید زنگ بزنی پلیس فرودگاه جلو پروازشون رو بگیره. آخه ما که نمیدونیم اونا چه پروازی دارن میرن. ببین اون داشبورد رو نگاه کن ببین چیزی توش نیست. بعد بابا مال مردمه. نگاه کن حالا. خیلی خوب حالا، همش داد بزن تو هم. سی دی دام سیگاری؟ عینک آفتابی. عینکو چیزی پیدا کردی؟ نه هیچ. یه بلیت قطار برای دو نفر. واقعا باعث خجالته، من نمیفهمم چه خبر آخه. چرا وایسادی؟ تو چی گفتی؟ گفتم باعث خجالته. نه قبلش. خب یه دونه 200 تومانی بود. اگه خب ناراحتی البته من تو با هم شریکی، من میتونم 100 تومن شدم به تو، 100 تومن شو بیار. چرا پرت و پلا میگی؟ گفتی بلیت قطار؟ آره. بدش ببینم. انداختمش بیرون. بریم دیر شد. بریم. تو چی کار کردی؟ خب انداختمش بیرون. بلیت قطار کجا مگه میخوای بری؟ اون تنها سر نخمونه. برو پایین. برای چی؟ بهت میگم برو پایین. برو بگرد باشه 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 با داد نزن. خب میرم دیگه، عجب آدمی هم. دود باش. نمیدونم کجا انداختم این آخه سره دیوونه. با خودشم دعوا داره. نابغه ای تو. بیا برای این کاغذ پاره داشتی ما رو به کشتن میدادی. خودشه. چی خودشه؟ کامران داره میگه. باره؟ نه با هواپیما، با قطار. یعنی شبنم به ما دروغ گفت؟ فکر نمی کنم. آها، یعنی داماد خانواده داره مادر زن و زن رو دور میزنه، درسته؟ بله حتما. قدم که به نظر میرسه خنگ نیستی ها. ببین ولی چرا برای دو نفر؟ این مال دو نفره. خب دو نفرن دیگه. یعنی دخترم مادرم یه دور میزنه؟ بس یکی کی میتونه باشه؟ چیزی که منم خیلی دلم میخواد بدونه. سوارشو بریم. سوارشو دیگه. خیلی خوب بابا. We'll be right back.
صابخونه؟ صابخونه؟ مهمون نمیخوان؟ سلام. 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 شما ها که مهمون نیستید. شما ها دم به ساعت اینجایی؟ راستش من مجده داریم با هم میریم شمال. گفتیم اگر شما و فروخ خانم هم دوست دارین همراه ما تشریف بیارید. قدمتون سر چشم. شماها کدوم دوتا جوونی رو سراغ دارین که تازه به هم رسیده باشن بعد دلشون بخواد یه پیر مرد و پیر زن قرقرو تفریح و گردش و سفرشون رو به هم بزنه؟ شما گردن ما خیلی حق دارین، یعنی اصلا باعث و بانی این آشنایی شما بودین. اگه شما نبودین مجده چجوری میخواستم من خواستگاری کنه؟ ها؟ خودتی آقا بهزاد. چی خودتی؟ نذار بگم که برای اینکه به جواب مصبت بدونم چقدر من اعتماد کردی. آقا دروغ دارم میگم. باز شما دوتا شروع کردین؟ در حقیقت میدونیم برای چی اومدیم اینجا؟ خدمت شما. این چیه؟ این بلیت اولین اجرای نمایشمه. پس بالاخره بازم برگشتی پیش حشمت. البته این نمایش با اون نمایش قبلی خیلی فرق میکنه. کلی با حشمت صحبت کردم تا راضی شد بره سراغ نمایش های سنگی. میخواستم بازم بهت پیشنهاد کنم که بیای شرکت. میسپرم یه شغل خوبی بهت بدم، مثل مجده که فکر میکنم از کارش راضی باشه. راستشو بخواین هزار بار بهش گفتم ولی خب زیر بار نمیره. اونجا جای من نیست. ازتون خیلی ممنونم ولی من جلد صحنه تئاترم. باشه، هر طور راحتی. ضمناً شما هم یه چیزی پیش من داری. فروخ، فروخ. بله. اون دست به چیدی؟ سلام. سلام. چطوری بچه؟ قربان شما. بچه عجب از این برا، خیلی خوش آمدین. میخواستم بگم اون دست کلی رو با خودت ورده بیار. لازم نبود شما یادآوری کنید چون من خودم آوردمش. این کلید یکی از آپارتمانای اون مجتمع مسکونیه. شوخی میکنی؟ مگه من هم سن و سال تو هم که باهات شوخی داشته باشم؟ ولی ما که نمیتونیم اجارهشو پرداخت کنیم. کی از اجاره حرف زد؟ دلم میخواد هر واحد از اون آپارتمانا رو بدم به زوجای جوون. حالا کی از شما دوتا بهتر که اولیشو شماها افتتاح کنید؟ البته قرارمون فقط دو سال، بعد از دو سال باید جاتون بگیم به خوجه جهنید. من نوکرتم. خیلی ممنون. کجا میری؟